نشست اضطراری تیم عبدالله و گلبدین بعد از موقفگیری آمریکایی ها. این نشست که در خانه کریم خلیلی در کارت سه برگزار شده بود، درباره اعلام نتایج انتخابات که از سوی کمیسیون قرار شده به زودی به نشر برسد. محور اصلی گفتگوها نتایج ابتدایی است که نشان می‌دهد رئیس جمهور غنی دوباره برای 5 سال آینده زمامدار حکومت می‌شود. عبدالله در این نشست به دنبال ایجاد اتحاد تازه با محوریت گلبدین و چند کاندید دیگر در کابل است که بتواند در تظاهرات و راهپیمایی از آنها استفاده کند. چیزی که دکتر عبدالله را میترساند نبود متحد قویش در شمال افغانستان، یعنی جنرال دوستم است، چون همیشه قدرت عبدالله از شمال کشور نشأت میگیرد. در دوره پیش عطا محمد نور این فشار را روی شانه های دولت وارد میکرد و این بار عبدالله با حمایت دوستم چشم دوخته است. ولی حالا جنرال دوستم در یک معامله با ارگ تقریبا راه خود را از او جدا کرده، یا چنین به نظر میرسد. جالب این که در عکس های نشر شده از این نشست صلاح الدین ربانی هم دیده میشه، او که چند روز پیش از تظاهرات در کابل خاموشی اختیار کرده بود و در تظاهرات اشتراک نکرد که نشانگر یک تنش بی سابقه بین او و عبدالله در 6 ماه اخیر بود. حالا شاید صلاح الدین وخامت وضعیت موجود را درک کرده باشه که کدورت ها را کنار گذاشته و برای نجات عبدالله از باخت قریب الوقوع دوباره به صحنه آمده است. اما بودن گلبدین حکمتیار در این نشست هیچ اهمیتی بیشتر از یک عکس یادگاری نخواهد داشت، چون او یکی از کسانی است که با برد عبدالله و غنی باور نداره و میگوید انتخابات باید از سر برگزار شود. اما تیم ثبات و همگرایی از این نشست بیانیه‌ای به نشر رسانده که چیزی جز تکرار گفته‌های قبلیشان نیست.